رویارویی اشرف با مزدوران و نفرات رژیم بود. خب تو جنبه های مختلفش بحث کردیم، یه جنبهش که جنبه های طنزش بود که خیلی از بچه هم از نزدیک ندیدن، اونم مربوط به بحث مترجم و تبلیغات و بلنگو اینا بود. اون کسی که اومده بود بلنگو دستش بود و تبلیغات میکرد، ماشینی که دستش بود یه وانت بار بود با سرعت 60 کیلومتر میرفت، معلوم نبود این جملات رو برای کی میگه، چون مثلا یه کلمه هندونه ما میشنیدیم، بعد یه یکی دیگه کره مربای یه دیگه، معلوم نبود اومده بود جنس توضیح کنه، لوله آب دو اینچ توضیح کنه، معلوم نبود. این ها دیگه علاقه جدید دولت میخواست اقلاقش کنه. آقایون یه جای بایدون آماده کرده، اینجا جای امین است، جای امین است، جای خیلی خوبه، بهتر از این است. اینجا خوب براتون پیش میره؟ خیلی سلام. حتی حتی داره حتی. آقایان تو باور نمی‌کنی. شاید ما اینجا میری. یعنی این دولت عراق خواست. این اردوگاه عراق جدید میخواست عراق اغلاقش میکنه. دولت عراق یه جای برای تو آماده کرده و اینجا دیگه و سازمان ملل هست. سازمان ملل اینجا هست. بعض بچه ها از خودتون آمدن اینجا، حتی زن هم هستن، یعنی دو تا پیر زن هم بودن، یعنی از 70 نفر تقریبا آمدن اینجا، رفتن بغداد، از بغداد رفتن اینجا. بالاخره 23 سال یه نفر که خونه زندگی کنه میشه اینجا بردش بیرون؟ بس شما درد نکنه، درد نکنه. با شو سوار مینیبوس، سوار مینیبوس بشو، مینیبوس اتحادیه اروپا مینیبوس بریم اونجا، خیلی صفا اونجا، بریم اونجا. هندونه داره، هندونه آبدار، کره داره، کره مربا داره، کره مربا با چای دق، چای دق داره. سواشو بریم، سواشو بریم، مینیبوس میره داخل اتحادیه، سواشو بریم داخل اتحادیه اروپا بریم. کره داره بینندگان عزیز، توجه کنید بعد از یک سال وارد خاک اشرف شدیم. 35 خودروی نظامی، بیش از 50 خبرنگار. الان من میبینم که آقای هستن اینجا که داد میکشن برای مینیبوس. اجازه بدید که مصاحبه کوتاهی باشون داشته باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید. چرا مربا داره؟ چرا مربا اونجا؟ لطفا خودتون رو معرفی کنید، خواهش میکنم. من مأمور مخفی هستم، نمیتونم خودم معرفی کنم. حداقل اسمتون رو بگی، خواهش میکنم. اسمم داخل عراق جاسم. شما مگه خارج از عراق هم اسم دیگه ای داریم؟ داخل ایران کامبیل. خب شما کار سابقتون چی بود که الان دارین داد میگی؟ من بیزینسمن، یعنی رجل اعمال، یعنی آدم می بردم این طرف مرز، می بردم اون طرف مرز. آچقچی بودیم. یعنی شما الان چی کار میکنید؟ الان کار خیلیتون چیه؟ الان رئیس تبلیغات انتخابات مالکی. خب اجازه بدین آقای مالکی، گفتین شما از کی آقای مالکی رو میشناختین؟ خودم بردمشون طرف مرز. خب یعنی اول مرز شما چی کار میکردین با آقای مالکی؟ کولر آب داره، کولر آب داره، کولر گاز هم داره، اونجا همه چی داره، حتی کولر گاز داره، کولر آب داره، لوله داره اونجا، لوله یک اینچ، لوله دو اینچ، لوله داره. خب خارج از لوله و اینچ و اینا، شما یه چیز جالبی اشاره کردین، گفتین که اون بر مرز آقای مالکی. شما یعنی اون بر مرز آقای مالکی رو کجا میشناختید؟ من خیلی سری داخل پایگاه قیور بودم. باشه. شما اونجا با آقای مالکی تو داخل پایگاه قیور چی کار میکردی؟ خیلی خیلی کار، یعنی حتی میدونی یک بار من یادم خاطره برات بگم، من بودم، مالک بود، مالک اینطور بود، بعد یک دونه تیربار دادن به من، یک دونه دادن به مالکی، یک دونه تمپو از این بیسیم به من، یک دونه به اون. بله. بعد گفتن هر چه هواپیمان اومد اینجا بزنینش.
بعد ما اونجا نشستیم یک هواپیمان اومد زدیمش هواپیمان، هواپیمان آتش گرفت خلبانش پرید بیرون. بعد مالکی هول شد گفت عبود عبود جعفر، گفتن چیه؟ گفت زود فرار کنیم صاحبش داره میاد برامون. آقا اجازه بدید، خیلی جالب شد. شما از آقای مالکی خاطره دیگه هم داری؟ یعنی خیلی زیاد، میدونی خیلی زیاد. حتی یه بار رفته بودیم داخل کویت بمب بذاریم با هم دیگه. رفته بود اونجا گفتم مالکی مواظب باش بمب منفجر نشه، گفت اشکال نداره یک دونه زاپاس دارم. مینی بوس داره میره، الان مینی بوس داره میره داخل اتحادیه اروپا. سوار شو داره میره مینی بوس اتحادیه اروپا. کسی سوار نشد، خودم بهتر سوار بشم. آقا سوار شو داره میره. الو نوری مالکی، ایش که سوار نشد. مالکی بهتر میدونی چیه؟ من میگم الان من بیام اونجا، خودت وسائلت آماده بشی، آماده بکن وسائلت، سوار مینی بوس اتحادیه بشی، خودت ببرم اونجا. مجاهدین هم نیستن. بیرنده گازی، این بود برنامه کوتاه ما. خدا نگهدار.